عرضم به خدمتتون که این بحث تاریخ الان جلسه سومه و دفعه پیش صحبتون به اینجا رسید که حماسه تاریخ رو مردم معمولی نمی‌سازن، تاریخ رو تاریخ سازا می‌سازن و تاریخ سازا معمولاً یا بزرگان هستن یا پادشاهان هستن یا پهلوانان، یعنی کسایی که در موقعیتی از اجتماع قرار دارن که میتونن اراده خودشون رو اعمال بکنن. لی اینطوری بگم، مردم معمولی، کاسب و پیشه‌ور و دهقان در دوره‌های گذشته مثل امروز امکان اعمال اراده خودشون رو نداشتن و جایی هم در تاریخ نداشتند. حالا به همین مناسبت هم می‌بینیم که از زندگی توده مردم نه تنها در حماسه بلکه در تراژدی‌های یونان هم من هیچ جایی نیست. تراژدی‌های یونان هرگز شما نمی‌بینید که یک آدم معمولی مثلا با سرنوشت در بیفته، پادشاه اصلاً هستن. فرهنگی هم که در اجتماع وجود داره به خصوص ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های این گروه از مردمه، ارزش‌های اخلاقی پادشاهان، پهلوانان، بزرگان، و این ارزش‌های اخلاقی هست که ارزش اخلاقی همه اجتماعه، سرمشق نمونه است یا الگوست برای شناخت ارزش‌های اخلاقی اجتماعی و اونیه که تبلیغ میشه، گفتگو میشه ازش. و فرهنگ توده مردم و اخلاق توده مردم اخلاق این بزرگان و به زبان فردوسی یا به زبان دوره ساسانی ها صحبت کنیم، اخلاق این آزادانه. فردوسی وقتی که صحبت از آزادان میکنه یعنی بزرگان، یعنی کسانی که آزادن از نظر اجتماعی، نه به آزادی که امروز ما ازش اراده میکنیم. ابدا با این مفهوم آشنا نیست، یعنی هیچ کس این موقع آشنا نبوده، ولی آزاد توی زبان فارسی و یا زبان فردوسی یعنی کسی که از قید و بندهای اجتماعی آزاده، به این معنی که میتونه اراده خودش رو اعمال کنه. بقیه بر همه بندگان خدا هستن. حالا اگه در دوره اسلامی بخوایم صحبت بکنیم که همه بندگان خدا هستن، همه عبدالله هستن و بیش از همه خود پیغمبره که فرزند عبدالله هم هست. حالا ببخشید باز حاشیه شروع شد، یا آزادن یا آزاده، که آزاده به کلی یک مفهوم دیگری است. فردوسی معمولاً صحبت از آزاد و آزادان میکنه، ولی آزادگان جمع آزاده ها، اینها کسایی هستن که مفهوم عرفانیه و کسانی هستن که از رنگ تعلق آزاد هستند، که به کلی فرق داره با مفهوم قبلی. سر به آزادگی از خلق برآورم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان در چینم. اگر مصرع دوم رو اشتباه نکنم باید ز جهان باشه، ولی حال آزده کسی است که در دیده حافظ هم همینطور ممکنه فقیر باشه، مثلا مال اراده مطرح نیست مگر در قبال خدا و در راه یک شدن با او، که با تو او اراده دیگه میطلبه. نمیدونم سیر و سلوکی که همه میدونیم و خب کار آسونی هم نیست، ولی اراده دیگری است، اراده ای نیست که معطوف به اجتماع باشه، اراده است که معطوف به عالم بالاست. یعنی اگر یه جور دیگه بخوایم بگیم، اراده ای که به طرف عمودیه، به طرف بالا میشه. آزاد کسی هستش که از قید و یعنی اراده اجتماعی خودش رو اعمال بکنه و بندها و قیدهای اجتماعی برای این کار نداره. اما آزاده کسی هستش که اراده خودش رو برای وصول به حق میتونه اعمال بکنه. ممکنه فقیر باشه، ممکنه معمولا پیشه‌ور بودن. این مفهوم به کلی عرفانیه. حالا شاهنامه هم از این دیدگاه اگر نگاه کنیم، در رابطه با آزادان تاریخ تمدن و این فرهنگه، تاریخ تمدن و فرهنگ مردم هست که توانایی اعمال اراده دارند. آدمی مثل، حالا به عنوان یه نمونه بگم، آدمی مثل رستم که وقتی که کاووس میفرسته به سراغش، او دو روز سه روز
میخارگی میکنه و بزمه، بعد وقتی که حوث میکنه میاد به دربار کابوس، که کابوس بعد عصبانی میشه و هم میگه که چه پی تو خشم آورم شاخ کابوس کیز، چه کابوس میشم چه مشت خاک. و اون دعوای یعنی اون خشم معروف که از قسمتهای خیلی برجسته شاهنامه است در رابطه رستم و کابوس، با پادشاه قهر میکنه که بعد گودرز رو کابوس واسطه میکنه که بره رستم رو برگردونه برای جنگیدن با افراسیاب و یا نمونه های دیگه جاهای دیگه. به هر حال تاریخ فرهنگ و یک چنین تمدنی است. و اون وقت خود فردوسی هم به عنوان شاعر در حقیقت با ایجاد شاهنامه شاید بزرگترین فرهنگ ساز تاریخ ایرانه، کنار تنائی و مولانا و حافظ و تارو و نظامی هم تا حد خیلی زیادی، برای اینکه او هم گرایش عرفانیش خیلی شدیده که وجهه دیگری از فرهنگ ایران رو میپرورند، وجهه عرفانیشو که البته بعدها دیگه فرهنگ رسمی در حقیقت میشه قروق عرفان در ایران و شعر عرفانی، منتها این از بعد از فردوسی شروع میشه و احتمالاً از قرن ششم هفتم به بعد. حالا این تاریخ سازها همونطور که گفتیم، یعنی از اینجا شروع کنم گفتگو رو که برگردیم به زمان و سرنوشتی که زمر آدمی مقدر کنه، سرنوشت آدمیزاد در شاهنامه و در قبل از شاهنامه و به خصوص در زروانیگری سرنوشت مقدر. سرگذشت آدمیزاد یا با این سرنوشت هماهنگ یا تنش با این سرنوشت. سرگذشت منظورم اون چیزی است که آدمی با دست خودش می‌سازه و سرنوشت اون چیزی است که مقدر. این آزادان در مقابل سرنوشت هم آزاد هستند، یعنی کوشش میکنند که سرگذشت خودشون رو بسازند. در نتیجه یک تنش دائمی ما میبینیم بین سرگذشت و سرنوشت در سراسر کتاب و در بین یکایک پهلوان ها، مگر در بین مقدسین یا در بین دیوها. یعنی کیخسرو چون فرستاده یا آدم آرم بالاست، نظر کرده است به یه معنا، چون نظر کرده است سرگذشتش با سرنوشتش یکیست. از اون طرف ضحاک هم چون دیو اهریمن، سرگذشتش با سرنوشتش یکیست، یعنی همون چیزی رو میسازه که باید بسازه. سیاوش هم کمابیش سرگذشتش با سرنوشتش یکیست، نه به شدت که خسرو، برای اینکه سیاوش برای اینکه سرگذشت خودش رو به عمل بیاره دچار یک تنش درونی هست و شاعر هم همراه با او چپ و راست هر سو بتاوم همین، توی داستان سیاوش سر و پای گیتی نیابم همین، یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خویش آیدش، یکی جز به نیکی زمین نسپرد همی از نژندی فرو پژمرد. این سرگذشت سیاوشه که با سرنوشتش سازگار نیست، ولی سرنوشتش رو انتخاب میکنه برای اینکه سرنوشتش سکرس قدسیه و خودش هم آدم مقدسه. خب به این ترتیب ما یک تنش دائمی میبینیم بین سرگذشت آزادان، بین سرگذشت پهلوانا بزرگا و کسانی که تاریخ رو میسازند و خود تاریخ. تاریخ توی یه چنین تنشی ساخته میشه. اگه آرمان برانگیزه و پیش برنده کار تاریخی باشه و او رو به پیش برونه، همراه به تاریخ برونه، تاریخ ناگزیر در محدودیت واقعیت اجتماعی، این همیشه آرمان در یه تنگنایی گرفتاره، در تنگنای واقعیت اجتماعی گرفتاره و اینه که یک کشاکشی شدید بین فرد، اجتماعی که درش زندگی میکنه یا تاریخی که باش سر و کار داره درگیر میشه. این محدودیت واقعیت اجتماعی معمولا خب از یه ضرورت دیگه میاد که ضرورت
فلکه، گردش سپهره، باز همون زمان کرانمنده و راهی که به هر تقدیر داره پیش میده، در اون راه میرونه، همون درگیری همیشگیه. از طرف دیگه بین آزادی که مساویه با آرمان، برای تو آزادی در ذهنه، و جبر که همون واقعیت زندگی روزانه است. و شاید یه چند تا نمونه بشه آورد از پهلوانهای آرمان خواهی که گرفتار واقعیتن و تنگنای واقعیت اونا رو اصلا نابود میکنه، از بین میداره، میکشت. آرمانها و ایدئالهای پهلوانها همیشه رویاروی محدودیت‌های اجتماعی، محدودیت‌ها و ضرورت‌هایی که اینا در اون چارچوب این ضرورت زندگی می‌کنن، زندگی عملی، در محدودیت جسم، در محدودیت اجتماع، علی‌رغم اینکه می‌تونن اراده‌شون رو اعمال بکنن، در محدودیت اجتماع و در محدودیت، حالا از زبان فردوسی یا از گذشته بخوایم صحبت کنیم، در محدودیت این فلک ماه، برای اینکه ما زیر فلک ماه هستیم، مطابق اون تقسیم بندی هایی که قبلا میشد. قدیمی ها عقیده داشتن که 7 فلک هست، مطابق اون جهانشناسی بطلمیوسی برمیگرده به اونجا. ما زیر فلک ماه هستیم، یعنی زمین زیر اولین فلکی که ما باش سر و کار داریم اسمش هست فلک ماه، فلک قمر. بعد خورشید مثلا در فلک چهارمه و عرض شود که اون وقت خورشید در فلک چهارمه، مسیح در فلک چهارمه و به همین مناسبت توی حافظ بخصوص در جاهای دیگه هم یک رابطه است بین خورشید و مسیح. حالا بریم به سراغ این مطلب که این تنشی که بین ایدئال پهلوان و واقعیت یا ضرورت زندگی، زندگی عملی وجود داره، این تنش، این کشمکش دائمی معمولاً منجر به چی میشه؟ به مرگ. برای اینکه خب آدمیزاد خدا نیست و به هر حال اولیش اینه که زمان در مقابلشه که پهلوان نمیتونه او رو بگردونه، دگرگونش بکنه. آرمان خواهان همونطور که گفتم بیشتر جوانه هستن و واقعیت هم عرصه تاخت و تاز گرگای توره، رستم و در مقابل سهراب، کاووس و افراسیاب و اینا با واقعیت خیلی راحت تر کنار میان تا سهراب و سیاهوش و فریدون جوان و غیره. عرض شد که اینجا هم یه اشاره کردم، قبلا گفتم که این پیروزی پیرا بر جوان ها سبب شد بیکن قضیه کمپلکس رستم رو درست بکنن، ولی کن این به نظر من یه طرف قضیه است، ولی فقط مسئله شکسته جوان نیست، بلکه دو تا نجات دهنده بزرگ که دو تا دوره 1000 ساله رو تمام میکنن جوانن و خود شاهنامه هم درگیری هستش در یه بعد بالاتری، بیشتر یک زندگی گذرا. اونایی که میمیرند هم مرگ رو انتخاب میکنند، بر مرگ پیروز میشن، مثل رستم، مثل پیران، مثل اسفندیار، زکه خسرو، مثل سیاوش. یعنی وقتی که این پهلوان با مرگ روبرو میشه و مرگ رو میپذیره، مرگ دیگه شکارگر نیست بلکه شکار شده است. پهلوانی که مرگ رو شکار میکنه حالت انفعالی نداره، حالت انفعالی دیگه مال زمانه، از گردونه زمان میزنه بیرون. تنها یک راه داره برای اینکه از این گردش بیرون بیفته و اراده خودش رو تا نهایت اعمال بکنه، اون هم وقتی هستش که تصمیم بگیره از این دایره بیرون بره. چطوری از این دایره میتونه بیرون بره؟ با پذیرش مرگ. ولی رستم برای اینکه اراده خودش رو اعمال بکنه در جنگ با اسفندیار مرگ رو میپذیره برای اینکه دستش بسته نشه، چون سیما گفته بود که هر کسی که اسفندیار رو بکشه، اسفندیار مقدسی دیگه، گسترنده دین بهیه، سیما گفته بود که هر کسی که اسفندیار رو بکشه بیش از یک سال زنده نمیمونه. رستم هم یه آدم 600 ساله دیگه یک سال مثل قبول مرد و میپذیره برای اینکه دستش بسته نشه، ارادهشو اعمال میکنه با قبول مرگ، یعنی با
شکستن این دایره جبر. یا سیاوش همین کار رو میکنه، سیاوش مرگ رو میپذیره برای اینکه اراده خودش رو بتونه عمل بکنه. دیگه نمونه های پیران همین کار رو میکنه، میگه مرا مرگ بهتر از آن زندگی که سالار باشم آن بندگی. حالا سردار دشمنم هست، بهش پیشنهاد میشه از طرف کیخسرو که بیاد، همه داراییش در این طرف در آن هست، بزرگی و جاه و جلال و شکوه و همه اون چیزا. گودرز هم این پیغام رو میاره، او هم جوابش همین بود که گفتم. حالا راستشو بخواید من ببخشید از خودم حالا صحبت میکنم، من اینکه یه تعبیر دیگه کردم یک کمی از این قدی تره. در مقدمه رستم اسفندیار گفتم که مرگ شکارگره، رستم میره به شکار مرگ. یعنی در حقیقت شکارگر و شکارچی جاشون عوض میشه توی شاهنامه. هست نمونه های دیگه هم هست، بهرام یکی دیگه هست، چندین نمونه هستش توی شاهنامه. توی گروه دشمن هم پهلوان های اینجوره، سهراب هم میره به شکار مرگ، بزرگان میرن به شکار مرگ، برای اینکه ایدئال دارن، برای اینکه آرمان دارن و آن امکان پذیر نیست. دیگه برای اینکه حماسه در حقیقت جایی هستش که جای زور و ورزی و پهلوانی نیست، جای اعمال اراده است. یه اراده سیلاساس، اراده ای که هیچ چیز جلوشو نمیتونه بگیره و انتخاب. و به همین مناسبت هم ما اغراق‌های میبینیم از قبیل اینکه مثلا که خسرو 4 ماه بر دریا روند تا بر آب زره اون تا رسید به اونجایی که میخواست. یا یه اراده‌ایه که میگه که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. این اراده در حیرت از چرخ قوی‌تره دیگه، و مندا با قبول مرگ امکان پذیره. حالا این بحث دیگریست، اراده از کجا میاد؟ چرا این اراده هست؟ توی زمادر همه مرگ را آزاده ایم، همه بنده ایم، ارچه آزاده ایم. این هم توی چیز هست، هم توی روزها در راه هست، هم توی ایران نامه چاپ شده و توی روزها یکی از یاد داشتنامه توی روزها در راه اومده که چه چیزی که پهلوان رو به طرف مرگ میرونه. چرا این اراده هست؟ اراده از کجا میاد؟ از کجا سرچشمه میگیره؟ اراده از چیزی سرچشمه میگیره که فردوسی اسمش رو میذاره نام. اسمش نام و در مقابلش ننگ. نام و ننگ. اصل قضیه اینه که نام اون چیزیه که حقیقت آدمی رو میسازه، موجب سربلندی انسانه. آدم رو پهلوان رو پهلوان میکنه. پهلوان به معنی دوروبازو نمیگم ها. نام گوهر هویت آدمیزاده. نام اون چیزیه که آدمیزاد رو میسازه. شاید خواهیم مثلا به ایران قبل از اسلام برگردیم، اون مثلا میترسم حالا همه چیز قاطی بشه، برای اینکه یک نوانس هم داره. فره از عالم بالا میاد ولی نام ربطی به عالم بالا نداره، یعنی زمینیه. یعنی تفاوتش اینه که تمام مسئولیت با خود اون کسی هستش که نامش رو میخواد، دیگه تأیید الهی پشت سرش نیست و در نتیجه ابدی نیست و در نتیجه مرگ رو میپذیره که هیچ ربطی به شهادت نداره. سیاوش شهیده ها. تفاوت نام با فر یا با فر با هر دوتای اینا این هستش که نام تایید الهی نداره، اما اون آدمی که در جستجوی یعنی در طلب نام مرگ رو میپذیره، البته این فرنگی میشه ولی خودش رو میذاره جای خدا، خداست، چون نیستی رو میپذیره. حالا من البته شاید اینجا بند آب دادم که گفتم این فرنگی میشه بگم خودش جا خدا میذاره، واقعا هم همینطوره. ولی این پهلوانای شاهنامه پهلوانها ها که خسرو رو بذاریم کنار، با سکرالیته ارتباطی ندارن، سکره نیستند. و به همین مناسبت هم گفتم اون چیزی وقتی مرگ رو میپذیره یا هرچی، همه بار مسئولیت رو دوش خودشه. شاهنامه کتاب خیلی کمپلکسیه، منتهاش ذهن من همیشه به نظر من میاد مثل کوهه. هیمالایا رو چقدر وقت مردم میشناسن به قلهش رفتن یا پیچو خامشون میشناسن؟ 70-80 ساله دیگه، بیش از این نیست اول بار که قلهش کشف شده. ولی این تمام فضای اطرافش یعنی آب و هوا و اقلیمش رو ساخته و توی این اقلیم هم ملت زندگی کنن.
در یه مقیاس نسبتاً کوچکتری دماوندم یا بردم همینطوره. شاهنامه هم همین جوریه. شاهنامه یک کوهیه که یک فضا ایجاد کرده. حالا این کوه یا آدم با از قلهش بالا میره منظره عوض میشه، منظره دشت دائم عوض میشه، یا دور این کوه آدم میگرده هر دفعه گوشه از این کوه رو میبینه و بعد هم همیشه یک تکش میشه شناخت، یک تکش. اما نقد ادبیات اون کاری رو میکنه که اون آقای نیوزلندی با هیمالیا کرد، اسمش هم رو هیمالیا گذاشتن. خب بله، رفت و کشف کرد و گفت این قله ارتفاعش اینقدر است و ساختمانش اینقدر است و سنگا این است و غیره. حالا اگر نقد ادبیات بشه، یعنی شاهنامه درست نقد بشه که تا امروز نشده، خب اون اطلاعات هم بهش اضافه میشه و این کمپلکس بودنش در میاد. نه، اینا کار مقدماتی. هنوز شاهنامه یه تاریخی داره که از وقتی که اولا خب یه تاریخ سنتی داره که توی دست نقالا بوده و خیلی هم خوب بوده و فوق‌العاده بوده. یه دفعه هم بالاخره خانم کسمایی باید این نوار رو بیاره اینجا بذاره ما بشنویم. اما از اون که بگذریم، یه تاریخ حالا توی گیومه علمی پیدا کرده که مال 80 سال اخیره، 100 سال اخیره، از راه فرنگیام هست و اون یک شناخت تاریخی در درجه اول که خب فردوسی کی بود و آیا این دختر داشته نداشته و این چیزایی که میدونیم و رابطهش با سلطان محمود چی بود و سلطان محمود چه نوع فرهنگی رو که در حقیقت فرهنگ دوره سامانیه که غزنوی ها ادامه میدن. و به هر حال این تاریخ شاهنامه شروع میشه. بزرگترین آدمش هم نولدکه است. البته قبلش توگنشتال و اون اول شروع میکنن، در حال مال آلمانه، مکتب شرق شمالی. این بحث تاریخیه. یکی دیگه بحث لغتی و زبانشناسیه که مربوط به شناخت متن میشه که از مهر شروع میشه تا فعلا خالقی مطلق. این یه تاریخ دیگه است که شاهنامه داره. از این دو تا که بگذاریم، من گمان میکنم که الان شاهنامه باید یک تاریخ دیگری داشته باشه که بهش کمتر پرداخته شده. من اون نقد شاهنامه، سنجش فلسفی شاهنامه است مطابق معیارهای نقد ادبی تمام دانش اروپا. حالا تمامش که شوخیه، دانش اروپا. حالا امیدواریم که چند سال دیگه این کار شروع بشه که این خب این کتاب حالا رابطهش با گذشته چیه، رابطهش با زمان خودش چی بوده، فرهنگش، اخلاقش چیه، نمیدونم چه کداش چی هستش، وقتی که از فلسفه دان بسیار بوی حرف میزنه منظورش چی هست. برای اینکه همه فکر کنن فردوسی و فلسفه مخالفه، در صورت که اصلا اینطوری نیست. اونجایی با فلسفه مخالفه که فلسفه میخواد خدا رو بشناسه یا نشناسه، یا بگه خدا هست یا خدا نیست. همون چیزی که البته بدون اینکه بخوام بگم شبیه ها هیچ، برای اینکه قاطی کردن اینا از اون حرف هست که تا یه چیزی میشه بهتر شما داشتیم، ولی کانت هم میگه که یکی از آنتینومیاش این هستش که نمیتونیم بگیم خدا هست، نمیتونیم بگیم خدا نیست در فلسفه. اینجا فردوسی و در مقدمه اکوان دیوه به فلسفه دان بسیار گوی پر حرف میتازه، وگرنه در جاهای یا جاهای دیگه و به خصوص در دوره ساسانیان فردوسی از فیلسوف صحبت میکنه، از دانندگان، از دانشمندان، از فیلسوفان با ستایش. حالا مد شده که میگن فردوسی یا نمیدونم از قولش اصلا چیز شعر ساختن، چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه، نمیدونم از همه این حرفا که تو فردوسی نیست. زن و اژدها هر دو در خاک به که باز مال فردوسی نیست. و کداش راجع به زن چی هست، برای اینکه فردوسی مثل رمان نویسای امروز یا مثل تراژدی نویسای قدیم به مناسبت موقعیت شخصیتاش حرف میزنن، و وقتی که داستان سودابه پیش میاد، رستم وقتی که اون ماجرا پیش اومده به اون ترتیب از سودابه صحبت میکنه، اما در بسیاری جای دیگه همین رستم با ستایش صحبت میکنه. به این ترتیب بسته به موقعیت صحبت میکنه. حالا یکی از چیزایی هم که تو شاهنامه هست این هستش که قهرمانای پهلوانای شاهنامه، ببخشید قهرمان حرفی بی ربطه در این مورد، پهلوانای شاهنامه در موقعیت قرار میگیرن
ولی از جمله خصوصیتشون اینه که بعد خودشون موقعیت ایجاد میکنن به مناسبت اراده که دارن. حالا اون خودش یک بحث اراده دیگه است. یکی از کارهای خیلی جالبه که یکی یا کسانی بکنن این الفاظی که به فردوسی شده، این نسخه الحاقی، الحاقها، این نشون میده که در دوره‌های مختلف اینا چه تصوری داشتن از شاعر که اینا رو بهش اضافه کردن و چه تغییری پیدا شده. این خیلی روشن کننده است برای شناخت فرهنگ دوره‌های مختلف ما. زبانشناس‌ها یعنی کسایی که متن شناس باشن میتونن، به هر وقت معلومه الان که 60,000 بیت نیست، فردوسی 50,000 بیت، حدود 50,000 بیت بیشتر نیست، 10,000 بیت تقریبا عملا نیست، اضافه شده. الحاقی ها پیداست. اینی که ما الان داریم، الان خالقی رو بگیرید، من گمان نمی کنم بیشتر از 5,000 بیت باشه. مال مسکو بیشتره و نسخه خالقی، البته بعد از خالقی نسخه مسکو از همه بهتره، ولی خب حالا که خالقی داره در، امیدواریم تا آخر در بیاد، معتبرتره. خب هم بر سر این گفتگو بود که یک تنشی وجود داره بین آرمان پهلوان و ضرورت زیستن، اینطوری بگیم اجتماعی و زیستی و نمیدونم سرنوشت و همه اینا، بودن، ضرورت بودن و آرمان، و این به شکست می انجامه. این تنش در سراسر کتاب هست. این تنش قهرمان رو، اگر مرگ رو شکست بدونیم، پهلوان رو میرونه به طرف مرگ، به طرف ناکامی. ناکامه، نه شکست لغت خوبی نیست، به طرف ناکامی میرونه، برای اینکه پهلوان ناکام میشه اما باز ایدئال سر جاش. یک شکستی که این شکست پیروزی، به دلیل اینکه این شکست ارادی خودخواسته است. و دفعه پیش گفتم، الانم تکرار میکنم که شاهنامه حماسه شکسته، اما شکستی که آرمانها شکست نمیخوره. بعد آرمان سر جایه، هیچ وقت آرمان از بین نمیره، یعنی باز یکی دیگه هست که این آرمان رو میخواد، یکی دیگه هست، هیچ وقت این آرمان از بین نمیره. و میخواستم وارد یه بحث دیگری بشم اگر اجازه بدید. بحثش این هستش که شاهنامه حماسه شکسته، و نه تنها حماسه شکسته بلکه محصول شکسته، چون قبلا این گفتگو رو کردم، الان به کوتاهی میگذرونم. محصول یک شکست 400 ساله است، مال قرن 4 هجریه، محصول شکست همه کوشش های مستقیمی که ایرانی ها کردن در رویارویی با عرب ها، یعنی از بابک خرمدین، از تقلایی که کردن، حالا یک تعدادشو ما میدونیم، یک تعدادشو نمیدونیم، یه مقدارم تسلیم بوده، ولی به هر حال میدونیم که دهقان ها علی رغم اینکه با عرب ها هماهنگ بودن در نقاط مختلف، طبقه خیلی مهمی بود، دهقان ها طبقه مالکین و خرده مالکین دهات بودن، اینا مأمورین جمع آوری مالیات و دست عرب ها بودن در روستاهای ایران و در شهرهای کوچک، و از طرف دیگه نگه دارنده فرهنگ ایران بودن، نقش دوگانه دارن. فردوسی هم خودش یکی از همین دهقان هاست، از همین طبقه. یه رو مقاومت فرهنگی اونجا بوده، بعد پیوستن بوده از راه، از همه قبیل به عرب ها و به فرهنگ اسلامی، اما از طرف دیگه در فرهنگ اسلامی هم میدونیم در همون دوره ها اسماعیلیه قوی بودن، قرمتی ها قوی بودن، و اسماعیلیه و شیعه ها یک نوع مقاومت نه فرهنگی ولی سیاسی داشتن. این دیگه باید به ملیت و زبان یا هویت ایرانی و زبان فارسی مراجعه کنید. ببخشید به اونجا مراجعه میدم، مال شاهرخ مسکوب، چون جای دیگه هیچ این صحبت نشده که شیعه ها چگونه نقش دوگانه داشتن از نظر فرهنگی در قرنهای اولیه و تا قرن پنجم و ششم و هفتم. از نظر فرهنگی تمام مراجعهشون به قرآن بود و به فرهنگ عرب بود و به تشیع امامان، اما همین مرجع عربی اونها رو از طرف دیگه از مرجع خلافت دور میکرد، برای اینکه خلافت بغداد رو قبول نداشتن،
و قبول نداشتن خلافت بغداد یعنی یک نوع رویارویی معنوی و عملی در مقابل تسنن و در مقابل خلافت بغداد. پس چی؟ یعنی اینکه از نظر محلی و از نظر سیاسی در مقابل خلافت بغداد. این جهت شکست فرهنگی بوده. یک مقدار دیگه شکست‌هایی بوده که مقابله رویارو بوده، از رو به رو بوده، مثل بابک خرم‌دین، مثل مغنا، مثل سنباز، مثل از جهتی مثل ابو مسلم، برای اینکه کار او یک کار دوگانه‌ای است. به هر حال بعد از 400 سال یک دوره پیش اومد که هم خلافت بغداد ضعیف شد و هم در شرق و هم در غرب خلافت اسلامی دولت‌های محلی سربلند کردند. در شرق و نسبتاً شرق دور اسلامی سامانیان با یک سیاست اگر بشه گفت ملی، از جهت سیاسی وابستگیشون رو به خلافت بغداد نگه داشتن برای اینکه در قبال مردم مسلمان و خود شاید امیران سامانی این نشان مشروعیت بود، ولی از طرف دیگه یه سیاست فرهنگی مستقلی داشتن، شروع کردن به فارسی نوشتن و اول از راه ترجمه قرآن به فارسی شروع کردن. در این دوره شاهنامه پیدا میشه، یعنی وقتی که یک نوع استقلال فرهنگی حد اول بشه، وقتی پیدا میشه، اون وقت نیاز به کلام، نیاز به زبان برای تأیید این استقلال فرهنگی شروع میشه. شاهنامه بعد از یک چنان شکستی پیدا میشه، وگرنه حماسه مال دوره شکست نیست، مال دوره پیروزیه، مال وقتی که یک قومی داره خودش رو تشکیل میده. حماسه راستین در حقیقت اون چیزی که در دوره پارت‌ها تشکیل میشه و مثل حماسه هومر فقط نقالی شفاهی بعدها نوشته میشه، منتها خیلی دیر نوشته میشه. در دوره ساسانیان خیلی هم دیر نه، در دوره ساسانیان نوشته میشه که به دست فردوسی میرسه و در دوره پارتا مخلوط میشه با اساطیر، با اوستا. و اون وقت مثلا میبینیم که شخصیت اسفندیار و شخصیت گشتاسب با رستم قاطی میشه، و حال اینکه هر دوتا اونا شخصیت های اساطیری هستن، این شخصیت تاریخی رستم، خاندان رستم هم سیکل رستم پیدا شده. به این معنی شاهنامه یک حماسه متأخر دیر آمده است و به همین مناسبت هم ما میبینیم بسیاری مفاهیم اخلاقی که مال دوره های بعدتره در شاهنامه پیدا میشه و فرهنگی، مفاهیم فرهنگی، و حال اینکه ما مثلا نشانی از این مفاهیم در یک حماسه خام نمیبینیم. در مثلا نیبلونگن لید یا در بیوولف مال انگلیس ها، ساکسون ها، و یا در شانسون دورولو ما هیچ کدوم این مفاهیم اخلاقی و این کمپلکس رو نمیبینیم، این پیچیدگی شخصیت ها رو نمیبینیم، برای اینکه اقوامی هستن که در حال تشکیل هستن و مسئله نیروز، توانایی ایجاد یک اجتماع. اما در مورد فردوسی این اجتماع یه 400 سال تشکیل شده و این فرهنگ ورزیده شده، آمده یک شکست 400 ساله پشت سرش بوده، باز نیاز به ایستادن روی پای خود وجود داشته، ناخودآگاه، احتمالا تا اندازه هم خودآگاه، اون وقت این شاهنامه سروده شده. به این معنی حاصل شکسته، حاصل شکست 400 ساله بعد از آمدن عربا.